بچه رو، اصلا اینکه حالا واسطه بچه بودنش ما انتظار نداریم اینجوری بپره آره روی آره حرکت. این دقیقا. والا این میتونه توجیه بکنه که چجوری رهبر در واقع این گروه باز هم تو این لحظه هم اقتدار نداره که حداقل آره دقیقا. خیلی کم زیادی هم دیالوگ میگه، بزن تیر تو میخوای بزنی بزن دیگه، چرا خیلی فرصت، یعنی چند بار فرصت داشت که واقعا هنری رو بکشه و نکشه، اون فیلمنامه رو خونده بود. یه جوری میگم کاتلین کودکیشو کش و اینجا هم کودکیش ازش انتقامشو گرفت. بریم سراغ سکانس بعدی و بعدش عملا بریم سراغ پایان‌بندی. به نظر من در مورد جلوه‌ای نظرتون در کل چی بود؟ اینو بگیم و یه چیزام بکنیم. ببین خب همونطور که محمد حسینم گفت، اینکه حالا رفته بودن به سمت آدم‌های واقعی و با گریم، خب طبعا توی وحشتناک شدن کار تاثیرگذاره، خیلی ذهن درگیری نمیره، ولی خب به نظر من بک‌گراند که بیشتر حالا به نظر من جلوه ویژه باشه خوب عذاب در اومده. خیلی ما درگیر بک‌گراند هم حتی به اون شکل نیستیم، ما اکثر اتفاقات داره جلوی دوربین و توی مرکز صحنه اتفاق میفته، خیلی بک‌گراند ها به چشم نمیاد. من یک مقدار حالا با ریگ بندی های مدل های 3D یک مقدار مشکل داشتم، یه مقدار حرکات اینا انعطاف بیش از حد بدن های اینا، یه دامیه که معمولا 3D آرتیست ها توش میفتن، اینقدر منعطف میکنن این ریگ، اوور انیمیتش میکنن، اوور انیمیت رخ میده. و این از پرش اون کودک مشخص بود، از آره پرش مثلا اولیه اینا یک کوچولو باز یک کوچولو مشخص بود، هجوم اولیهشون ورد وارزی بود بیشتر تا لاستاواس. آفرین آفرین دقیقاً. انگار لاست تو لاستاواس انگار یه نم نم یه واقعی سری نمیدونن میدونن واقع گرایانه ترن تو تو بازی، یعنی مثلا هیچ وقت لاستاواس نمیخواد خیلی هم زامبی هاش از هیولاهای تون تون حمله کنه فلان بشه، ولی مثلا ما تو ورد بازی اینجوری دیدیم که یک لشکری از دونده ها میان از دیوار میرن بالا نه فلان، ولی خب در کل کامپوزیت خوبی داشت. آره. مثلا خرجین اپیزودش بود. من برداشتم این بود. آره چون کل شهر رو هم ساخته بودن. آره. کل واقعا یه استودیو عظیمی بود که آره خیلی پرخرج بود. در کل میگم اجرا کامپوزیت خوبی داشت، اما مدلای مقدار مشکل داشتن و اما باقی چیزا خوب، نور هم عالی بود، مثلا نور خیلی خوب بود. مثلا نوری که روی صورت پترو پاسکال ما میبینیم، بازی نوری که داره وقت در حالی که شلیک میکنه، خیلی انگار کسی داره تلویزیون میبینه، سعی میکنی از روی نوری که روی صورتش داره میفته حدس بزنی چی داره پخش میشه اونجا، هی داری میخونی نور فیلم برداری کار کرده تو نورو هی بخونی، هی نورو ترجمه کنی. من خیلی این بخش رو دوست داشتم. باز اگه صحبت دیگه در این باره بود برمیگردیم بهش. اینا تصمیم میگیرن که در واقع بعد اینکه از اونجا فرار میکنن، سم و هنری به همراه الی و جول برن و هنری هم اینو به سم میگه، میره میبینه دارن اینا کمیک میخونن، خیلی سرشون گرم، میگه برو بگی بخواب. و میرسیم به سکانس یه جورای طلایی این اپیزود، شاید هم بشه تبدیل به سکانس طلایی کل مجموعه. آره آره. و خیلی تکان دهنده بود، مخصوصا اینکه خیلی کودکانه دست خودشو میبره بعد اینکه میفهمه گاز گرفته شده. میگم منطق کودکانه است دیگه، یعنی به بدوی ترین شکل ممکن میگه من فقط خونم رو بزنم به تو، من دواز. آره آره هم یک همیشه این حالت پس زدن اتفاقات بدو داره. مثلا بچه‌ای که حالا واقعا امیدوارم برای هیچ کس اتفاق نیفتاد، بچه‌ای که بهش میگه مثلا پدرتو از دست دادی، اگه دقت کنی تو همه این حوادث همش رد میکنه، میگه آره میگن رفته پیش فرشته ها، میگه کی میاد حالا ببینمش، و این خیلی وحشتناک چیزه. و این مشکلی که به وجود میاره اینه که این بچه خودشو داره گم میکنه و داره تلاش میکنه که واقعیت رو پس بزنه، و مخصوصا ما این دوتا بچه رو در حال پس زدن واقعیت دیدیم، در حال غرق شدن در مثلا فانتزی و خیالات و اینها دیدیم، ولی حالا باید با واقعیت روبرو بشه. نه خونه تو دوا نیست که بمانی به اون، ولی ببین چقدر الهات جذابی داشت واقعا. دقیقاً ببین چقدر کمک میکنه به پردازش طولانی مدت الی. داره میگه که الی دنبال معنی دار کردن زندگیشه، داره میگه که الی دوست داره موجود نجات دهنده باشه. چرا؟ اینو ما نمیدونیم، ما نمیدونیم الی از کدوم نقطه گذشته که نیاز داره به این که نجات دهنده باشه، نیاز داره که اون تحمل کننده و دووم آورنده ای باشه که داره تو کمیکاش راجع بهشون میخونه، و این جواب نمیده. و این که میاد انقدر اینا رو به هم متصل میکنه، مثل خواهر بزرگتر میکنه، اون سکانسی که بغلش میکنه رسما دردناکه. و من این رو که یکی از مهمترین جملاتی که در لست آواز پارت 1 بیان میشه و لست آواز پارت 2 به خاطر اون تبدیل میشه به اون بازی عجیب و غریبی که میشه،
جمله الی که من نمیخوام تنها بمونم. من از این میترسم تنها بمونم. و من به نظرم فوق العاده ترین استفاده از ناشنوا بودن سم این بود که الی اینو اینجا حتی به زبون هم نیاورد، فقط نوشتش. دو بازی خب